بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای بزرگ محمد جواد شیخیانی هستم در خدمت شما امیدوارم که امروز روز مفیدی براتون باشه و نتیجه حضورتون بشه یک آزمون خیلی خوبی برای فرداتون خب یه دو دقیقه هم صبر کردم که بقیه هم اضافه بشن ما امروز کل کارمون میره روی نکات آزمون نهایی خب اولین نکته‌ای که خیلی مهم شما بهش اهمیت بدید اینه که تمام تمرینات کتابی که student book کتاب دانش آموز و workbookتون خیلی خیلی خوب بخونید از این اولین نکته تمام تمریناتش رو میخونید خب بارانبندی امتحان امسال با سال گذشته فرق کرده شنیداری اگه نگاه بکنید 9 نمره ریدینگتون 10 نمره رایتینگتون 8 نمره و واژگان 6 نمره یعنی لغت 6 نمره میاد دستور زبان گرامرتون هم 7 نمره از یه نگاه خوب که بندازین شنیداریتون 9 نمره میشه میگم خدمتون که چه کار باید بکنید مهارت خواندن ریدینگتون 10 نمره پس شما موقع امتحان حواستون به تنظیم وقتتون باشه که کدوما چقدر نمره داره رایتینگ 8 نمره واژگان و دستور زبان هم که متوجه شدید امتحانتون هم 40 نمره داره اگه اینجا دقت بکنید دانش آموزان عزیز این آزمون نوشته 18/3 یعنی امروز ساعت 8 صبح برگزار شده این رشته علوم انسانی بوده خب یه نگاهی به سوالات لیسنینگش میندازیم و سریع میریم جلو خوب نگاه بکنید قسمت اول که 2 نمره گذشته true false و یک کلمه میخواد اینجا بنویسید زهره مینا و ما این مکالمه رو توی خود کتاب داریم پس این مکالمه تکراری خود کتابه قسمت بعد اگه نگاه بکنید تغییر دادن سوالات رو قبلا 4 گزینه ای بود الان شده 3 گزینه خب اگه نگاه بکنید کار شما راحت‌تر میشه 3 گزینه قسمت بعد نگاه کنید اسدی توسی باز یک متن آشنایی برای شما هستش قسمت بعدی فایل بعدی طاهره صفارزاده توی خود کتاب هستش که ما داشتیم طاهره صفارزاده به عنوان یک مترجم بچه ها داشتیمش یعنی این قسمت نگاه بکنید ما داشتیم اینو توی خود کتابمون پس خیلی جاهاش بدونی که شما گوش بدین میتونین جواب بدین خب خیلی جاهاش شما راحت میتونین جواب بدین بدون کار خاصی خب ما میریم سراغ نکاتی که باید درباره این قسمت شما متوجه بشین درباره لیسنینگ چه نکاتی رو ما انجام بدیم که بتونیم خوب لیسنینگمون رو انجام بدیم خب 9 نمره اینجا داریم اینجا خوب دقت کنید 4 نمره از کتاب درسی میاد 5 نمره از خارج از کتاب 2 تا فایل از فایلای صوتی کتابه بچه ها فایلای صوتی کتاب یعنی چی؟ یعنی هر جا که علامت سی دی داره هر جا که اینو میبینید 3 فایل هم خارج از کتاب میاد تا حالا روند اینطور بوده خب 9 سوالات هم که دیدین در این مورد دیگه صحبت نمی کنم میریم این قسمت خب یه سری نکات خیلی مهمه برای ما این نکات رو بچه ها باید رعایت بکنید نگاه کنید تا برگه امتحان دادن بهتون منظور برگه سوال نیست یعنی برگه اون سوال اصلی نیست شما قسمت لیسنینگ منظور منه شما فقط میرین سراغ قسمت لیسنینگ نگاه میکنید چه سوالاتی داره پس توی قسمت لیسنینگ تا سوال دیدید سریع میرین سراغ این که چه چیزایی از ما خواسته
بچه ها در قسمت لیسنینگ وقتی که شما سوال میخونید قبل از اینکه فایل صوتی پخش بشه انگار شما حداقل 30% راه رو رفتین جلو، نه حداقل 30% رفتین جلو. خب هر فایل 3 بار پخش میشه، بین هر فایلی شما 30 ثانیه یه مکسی بهتون میدن. خب حالا بعضی وقتا شما فایل صوتی متوجه نمیشین چه کار بکنید؟ خب بله خودتون فکر بکنید که چه چیزی اگه جواب بدین درسته، مثلا حرف میزنین چه بنویسین که درست باشه، بر اساس اطلاعات عمومی خودتون بر اساس منطق خودتون جواب بدین. شاگردان عزیز شما حتما 2 فایل صوتی از کتاب درسی که میاد، یعنی که شما امشب و امروز حتما تمام فایل های صوتی کتاب رو گوش بدین و حرف آخر توی این قسمت که نه، تو همه قسمت ها هیچ سوالی رو بدون پاسخ نگذارید. به تمام سوالات پاسخ دهیم، حتی اگه شده پاسختون بر اساس حدسیات باشه. خب چند نمونه از سوالات هستش اگه نگاه بکنید، اینا ما تو قسمت لیسنینگ الان بود، دیدید دقیقا امتحان امروز بود، نیازی دیگه به اینجا نیست، فقط این متن کتاب هست که توی امتحان لیسنینگ اومده، این دوباره مکالمه 1 صفحه 33 کتاب هست که اومده. حالا میریم سراغ لغات. لغاتی که توی امتحان ما میاد 6 نمره داره بچه‌ها. خب حالا لغات چطور میاد توی امتحان، مدل لغات چطور میاد و ما کجاها اون لغات رو خیلی دقت بکنیم؟ یه مدلش نگاه بکنید با توجه به تصویر، میگن جمله مناسب رو انتخاب بکنید. خوب نگاه بکنید، مثلا اینجا تصویر بهتون دادن، پایینم جمله دادن، گفتن خب شما بیاین جمله که مرتبطه به تصویر رو انتخاب بکنید. شما الان فقط یه نگاهی به اینا که بندازید، فقط یه نگاه کوتاه که بندازید، هر کدوم که اول مطمئنین بنویسید و اگر نگاه بکنید این سوالات اولیش، یکیشون اگه نگاه بکنید اولی صفحه 21 کتاب، صفحه 23 22 اگه نگاه کنید عنوان هستش و بعدی صفحه 49، پس از خود کتاب اومده این سوالات، این قسمت لغات. دوباره اینجا بچه‌ها یه نگاه بندازید، همه تون خودتون میدونین که این چرتش، وقتی که نگاه میکنید این میبینین الان یکم گیت شده، همون کلمه فیگر اوت میخواد، این میبینین که درباره دیکشنری و یه چیزا داره با ما حرف میزنه، این میبینین داره دمام میگیره. پس شما توی هر کدوم اگه یک کلمه هم بلد باشین کافیه. مثلا اینجا این نوشته فیگر اوت یعنی فهمیدن، خب اینجا میزنید یعنی خیلی خیلی راحت. این تمپرچر دمای بدن. کرونا نوشته آخرش، کرونا می‌بینین، کرونا که نوشته خود راحت اینجا میزنین، یعنی خیلی وقتا شما تک کلمه بهتون کمک میکنه. خب همش از خود کتاب صفحاتش نگاه بکنه. خب یه مدل سوال دیگه اینطوره که حرف اول کلمه بهتون میدن، وقتی حرف اول کلمه میدن شما کارتون محدود میشه، ذهنتون میارین یه جا و از کلماتی میاد که توی کتاب تصویرش دارین، معمولا از اونا میاد. خب صفحه 78 صفحه 45 این که مشخصه، monolingual dictionary، دیکشنری تک زبانه هستش، یا هم balcony مشخصه. خب یه قسمت دیگه تصویر میدن به شما ولی میگن شما بیاین با توجه به تصویر پر بکنید. پس 3 مدل شد، همش هم از تصویر استفاده شد. مشخصه این بند خدا مشکل شنیدن داره، اینا هم wind turbines هستش.
این قسمت هستش که بیشتر داره صحبت داره بچه ها. این قسمت نگاه بکنید، گفته جملات را با کلمات داده شده کامل کنید. خب راه حلش چیه؟ اگه نگاه بکنید dedicated, replace, forgive, recommend، شما چهار تا کلمه دارین، سه تا جا خالی، یعنی یک کلمه اضافی. خب چه کار بکنیم؟ ما حداقل دو یا سه بار روی این کلمات میخونیم. هر جا امتحان داشتین بچه ها کلماتی که بهتون میدن دو یا سه بار روش بخونید. خب وقتی که خوندین شما دیگه متوجه هستین چه کلماتی دارین، متوجه هستین چه چیزی دارین. وقتی که متوجه هستین جملات راحت میتونین ربط بدین، جملات و کلمات ربط بدین. خب Mr. Ahmed is very friendly and helpful. آقای احمدی خیلی صمیمی و آدم مفید و خوبی هستش. I know Mrs. احمدی، خانم احمدی. I know she is known as a. من میدونم که او به عنوان یک تیچر هستش، یعنی درباره انسان میخواد حرف بزنه. صفتش هم هست، یه انسان چی؟ dedicated، یعنی یک انسان شایسته، یه انسانی که خیلی بزرگواره. خب کلمات بعدی هم باز که نگاه بکنید A و B دارن با هم حرف میزنن، که شما وقتی که بالا دارین نگاه میکنین کلمات رو دارین، خیلی راحت میتونین جا خالی رو پر کنین. پس توی این تمرین همیشه بیاین اول روی این کلمات دو یا سه بار بخونید، بعد بیدین سراغ جملات. همش هم از خود کتابه، میبینین صفحه 51 79 23. اینم هم دوباره همونه، خود کتاب. خب بچه ها قسمت بعدی اگه دیده باشید، قسمت دو تا ستون ما داریم اینجا، اگه نگاه بکنید ستون A و B. خب ما A و B میخواییم به همدیگه وصل بکنیم. مثلا کلمه appreciate، observe، demand یا demand دو تا تلفظ داره. خب اگه بخوایم استفاده بکنیم ما، یعنی اینکه تعریف این کلمه appreciate میخواد که اینجا این appreciate تعریفش چه میشه. این کلمات، این نوع سوال توی new words and expressions اگر نگاه بکنید اونجا هستش. پس new words and expressions جاش اونجا هستش و معمولا نگاه کنید صفحه 78-79، یعنی میخواد بگه اینا توی یه قسمت 78-79 نزدیک همه. دوباره اینجا همینطور کلمات میخواد forever میخواد اینجا پیدا بکنید. باز نگاه کنید 79-79-23-51، یعنی از سه تا درس اومده ولی درس سوم دو تا دونه لغت اومده. پس اینم متوجه شدید که برید کجا بخونید؟ قسمت New Words and Expressions. باز نگاه بکنید 79-51-23 تکراری. و این قسمت بچه ها جملات زیر را با دانش خود کامل کنید، یعنی شما خوب فکر میکنید حتما میخواد جمله رو معنی بکنید، بعد بیاین اول کلمه هم به تو دادن، اولین حرف به تو داده شده. خب این برمیگرده به کلماتی که شما خوندید، این دیگه میخواد که شما کلمات کامل بلد باشید. این قسمته که باز نگاه بکنید صفحه 49 و 83، از این دوتا صفحه این دوتا کلمه اومده. همشون همین دوره. خب یه قسمت دیگه اضافه شده به نام تطابق ضرب المثل ها با مفهوم انگلیسی، یعنی شما ضرب المثل بهتون میدم مفهوم انگلیسیش میخواد بلد باشین. چه صفحه؟ صفحه 83-84. بعضی وقتا توی امتحانا میاد. شهریور 99 بچه ها اومده، خرداد 99 اومده.
مثلا اینجا شنگا نگاه میکنید، من میرم قسمت مثلا 59. Birds of a feather flock together. پرنده هایی که پرشون مثل همه با همدیگه flock یعنی پرواز میکنن. همون خودمون میگیم کبوتر با کبوتر، باز با باز. خب توی اینجا که نگاه میکنید مثلا قسمت 59، People like to spend time with those who are similar to them. افراد دوست دارن با افرادی بگردن، با افرادی وقتشون رو بگذرونن که با اونا کی هستن؟ زیاد صمیمی هستن. با اونا دوست دارن بگذرونن. خب در بر مثلاً حواستون باشه. بچه ها میریم سراغ دستور که فکر میکنم قسمتی هستش که شماها به خاطر اینکه کلاس ها حضوری نبود معمولاً به مشکل برخوردیم، چون معلم وقتی سر کلاس باشه خب شما خیلی راحت ترید. توی قسمت گرامری بچه ها نیازی که یه توضیح کاملی بدم خدمتون. نگاه، کل کتاب سال 12 6 نکته گرامری داره، هر درسی 2 تا نکته. خب ما کلن 6 نکته گرامری داریم، پس 7 سال که نه، همون 7 نمره، بعضی وقتا 7 ساله، 7 نمره ای که میاد، این 7 نمره بر اساس 6 نکته گرامریه. پس هر وقت خواستیم نکته گرامری ها جواب بدیم 6 تا نکته گرامری یادتون باشه. خب حالا اولین نکته گرامری چه هستش بچه ها؟ فعل مجهول. فعل مجهول چند تا نکته داره. یکی این که همه حواستون باشه بی به اضافه شکل سوم. خب بی به اضافه شکل سوم یعنی چی؟ یعنی فعل مجهول از حداقل 2 کلمه تشکیل میشه. 2 کلمه که یک قسمتش شکل سوم فعله، یک قسمت دیگه‌اش بی هستش. خب شما الان همه میگین بی یعنی چی؟ بی یعنی am, is, are, was, were, been. شکل سوم فعل بی میشه بی. خب حالا ما اینجا متوجه شدیم که فعل مجهول از 2 قسمت تشکیل میشه، بی به اضافه شکل سوم. بچه‌ها این قانون کلیه، کسی نمیتونه این قانون رو مثلا از بین ببره، تغییر آنچنان بده. نه، بی باید باشه، شکل سوم هم باید باشه. توی فارسی ما چطور داریم؟ خوب نگاه کنیم بچه‌ها، ما توی فارسی چی داریم؟ توی فارسی میگیم دیده شد، دیده میشه، خریده خواهد شد، گفته شد، گفته می شود. همه اینا اگه نگاه بکنید شدن داره. شدن، می شود، خواهد شد، همه شدن داره. یعنی بی شدن همون بی هستش. گفته شد، گفته می شود، گفته خواهد شد. شسته شد، شسته میشه، شسته هم میشه همون شکل سوم که همیشه ثابت. خب حالا فعل مجهول چیه بچه ها؟ همه میدونین فعل مجهول یعنی مشخص نیست کی این کار انجام داد. مثل میگیم ماشین شسته شد، فیلم نشان داده شد، آزمایش انجام شد، فردا امتحان گرفته خواهد شد. خب کی میخواه امتحان بگیره؟ توی جمله مشخص نیست. خب اینجا بچه ها بیاییم تا بریم سراغ اینجا. خود بی توی جمله ما، توی فعل ما، توی اون جمله مجهول که بهش میگیم، توی اون فعل مجهول که داریم به معنای شدنه. پس بی به معنای شدنه. یعنی امایز آر اگه اینجا داشتین معنیش میشه چی؟ شدن. خب این اولین نکته. برای زمان حال امایز آر، اگه گذشته بود was aware، اگه ماضی نقلی بود، ماضی بعید بود، یه بین میذارین وسطش تا اون میشه میره. خب یعنی چطور؟ یعنی اینجا یه نگاهی بندازین. قسمت اگه ما یه سری فعل داریم بهش میگیم افعال مدال. بچه ها افعال مدال به چه فعلایی میگن؟ will, can, may, should, must، اینا میشن فعلای مدال.
گذشتشون هم فرق نمیکنه. یه فعل وقتی مدال هستش گذشتش هم مداله دیگه، بهش میگن modal verbs. اگه خواستیم مجهول بکنیم و ما این فعلا رو داشته باشیم، بعدشون بی به اضافه شکل سوم می‌نویسیم. این بی دیگه تغییر نمی‌کنه. همیشه میگیم can be، همیشه میگیم should be، can be، should be، must be. خب پس افعال مدال بعدشون بی به اضافه شکل سوم می‌نویسیم. حالا اینجا میخوام چند تا مثال بزنیم که شما هم یکم راحت‌تر بدیم. Cleans, he cleans this room. اون این اتاق رو تمیز میکنه، میگیم this room is cleaned. Is cleaned. چرا is به کار بردیم؟ چون زمان حاله. Cleans حاله. اسم داره مشخصه. این میشه be. Is میشه be. و cleaned میشه شکل سوم بچه ها. He cleaned this room. خب این clean میشه گذشته. اینجا میشه was cleaned. اگه نگاه کنیم clean 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 تو همه اینا ثابته، یعنی شکل سوم ثابته، قبلش داره تغییر میکنه. is was will be. این جمله he will clean this room tomorrow، this room will be clean tomorrow، will be cleaned. فعلای مدال بعدشون be به اضافه شکل سوم. she has cleaned the room. او اتاق را تمیز کرده است. has cleaned. The room has been cleaned. اگه نگاه کنید این ماضی نقلیه، has been cleaned شده. یعنی ما been آوردیم گذاشتیم بینشون. ماضی بعید she has cleaned the room. The room had been cleaned. توی همه اینا بچه ها cleanedتون ثابته چون شکل سومه، و قبلش هم یا been یا be یا was aware اینا گذاشت. یه مثال هم اینجا this book was bought last week. اگه نگاه بکنید اینجا دیگه شما bought نوشتید. همه بچه ها میدونید دیگه فعلای ما کلا ما دو نوع فعل داریم از نظر با قاعده و بی قاعده بودن. اگر فعل ما با قاعده باشه یه ایدی میذاریم، اگر بی قاعده باشه خود دیگه باید حفظ کرده باشیم. مثلا گذشته go میشه went، گذشته دو میشه دید. ما اینا رو حفظ کردیم از قبل بلدیم. خب این دو تا جمله اگه نگاه بکنید، این کتاب هفته پیش خریده شد. شد همو وازه، خریده هم همو بات. دیوار مدرسه هر تابستان رنگ میشود. The school wall is painted every summer. Is painted همو یعنی is می شود هست، رنگ زده می شود. painted میگیم رنگ زده می شود. خب حالا شما می خواهید توی امتحان حل بکنید بچه ها. اولین سوال اینه که ما از کجا تشخیص بدیم، ما از کجا تشخیص بدیم که فعلمون مجهوله؟ بچه ها باید معنی بکنید. معنی که بکنید همه چی مشخصه. فعل مجهول معنی میخواد. حالا بعضی وقتا ما میگیم بدون معنی راهی نداره. مثلا یه شاگردی میگه من جمله نتونستم معنی بکنم یا توان معنی کردن ندارم، خوب نمیتونم معنی بکنم، اون رو چه کار بکنم؟ اون بچه ها یک راه حل دیگه هم داره. میگیم اگر ما بای داشته باشیم، یعنی توی جملهمون خصوصا آخر جمله بای بیاد. بای رضا، by the teacher، by the students. اگر by بیاد اون وقت شما نتیجه میگیرین که این فعلی که اینجا دارین چی هستش؟ فعلتون بچه ها میشه مجهول. خب پس ما اول معنی میکنیم، بعد هم اگه by داشته باشیم. خب حالا یه نکته دیگه من روی این سوال میخونم. an activity to show the families how watching films hurts the eyes. یک کاری، یه فعالیتی to show که نشون بده به خانواده ها. خب فعالیت بچه ها بعدش ما فعلی که داریم plan هست. تو گزینه ها نگاه کنید plan هست. plan یعنی برنامه ریزی کردن، یعنی طراحی کردن. خب یک فعالیت
طراحی می شود یا طراحی می کند؟ این اولین سوال. کدام بچه ها؟ آیا یک فعالیت طراحی می کند یا طراحی می شود؟ این سوال ماست. خب همه شما می دونید بچه ها، ما یک فعالیت رو چه کار می کنیم؟ یک فعالیت رو طراحی می کنیم. یعنی به عبارتی دیگه فعالیت طراحی میشه، کسانی دیگه میان طراحیش میکنن، خود فعالیت که نمیتونه طراحی بکنه. پس فعالیت طراحی میشه. پس یک راش اینه که ما نگاه بکنیم منطق چی میگه. منطق چی میگه؟ مثلا شما بگین داستان می نویسد. بچه ها داستان هیچ وقت نمیاد بنویسه، داستان نوشته می شود. همون فعل شدن به شما کمک میکنه که متوجه بشین مجهول. خب حالا اینجا میخوایم حلش بکنیم. یک فعالیت انجام میشه یا یک فعالیت طراحی میشه یا طراحی شده یا طراحی خواهد شد. اگه نگاه کنید فعل مجهول از چی ساخته میشد؟ بی به اضافه شکل سوم. خب حالا آیا ما اینجا بی به اضافه شکل سوم داریم؟ پلان که بی نداره، واس پلان هم بی داره هم شکل سومه، has planned بی نداره، was planning شکل سوم نداره، این ing گرفته. چون ing گرفته پس ما چه کار میکنیم؟ تو بین این ستا میبینیم دو گزینه جواب ما میشه. چرا؟ چون مجهوله. از کجا متوجه شدیم مجهوله؟ از اینکه معنیش کردیم. یک فعالیت طراحی میشه، یک فعالیت نمیاد طراحی بکنه. و حالا میریم سراغ این سوالات. traffic rules، بچه ها قوانین ترافیکی، یعنی قوانین رانندگی. very carefully by everyone. by everyone آخرش دارین توسط هر کسی. همتون متوجه میشین که شد مجهول، چون by دارین. بچه ها هر وقت by داشتین نه یعنی مجهولا، 90% موقع وقتی بای میاریم میشه مجهول. 90% موقع. خب پس میشه مجهول. قوانین رانندگی، قوانین نگاه کنیم جمع. خب میدونیم که مجهوله. مجهول بی به اضافه شکل سوم. این must be obeyed درسته، should obey این نمیخوره چون بی به اضافه شکل سوم نیست. بی به اضافه شکل سوم نیست، یا ing گرفته. خب has been obeyed، has been avoided نگاه بکنید. این کلمه بچه ها، این کلمه وقت میخواییم تلفظ بکنیم هم آ اولش میگن هم ا میگن. obey میگن، obey هم میگن. حالا بر اساس نیتیو بودن و اصل بودنشون اینا زیاد شما میشنید. خب حالا ما اینو نمیتونیم بنویسیم یا این رو نمیتونیم بنویسیم، کدوم نباید بنویسیم؟ این اگه نگاه بکنید has been ما داریم. خب یعنی ماضی نقلی، has گذاشته، اینجا rules داریم. rules جمعه، has نه، has برای یه دونه هستش. اگه have بود درست میشد. پس ما میگیم قوانین رانندگی باید رعایت بشن، obey بشن توسط همه. پس این میشه مجهول، ای میشه مجهول. اینم مجهول ها، ولی چون هست برای یه دونه هستش رولز جمع نمیشه. حافظ to be as one of the most famous Persian poets of all time. بچه حافظ به عنوان یک شاعر که مشهورن، یکی از مشهورترین شاعرای فارسی توی کل ایام هستش، تو کل دوران. خب حافظ ما فعل نو داریم، یعنی شناختن، شناخته شدن. حافظ شناخته میشه یا حافظ میشناسد یکی از معروفترین شاعرای ایرانی توی کل دوران ها. خب حافظ شناخته میشه. توی اینا نگاه بکنید تنها is known بی به اضافه شکل سوم مجهوله. what is the problem؟ مشکل چیه؟ نگاه کنید by the boys،
by the boys خب یعنی توسط بچه ها شیشه شکسته شده تو اینا نگاه بکنید تنها دی مجهوله دی بی به اضافه شکل سومه خب بعدیش نگاه بکنید کارگرها it very well کارگرها اون رو خیلی خوب قسمت اولش من نخوندم نیازی هم نیست کارگرها آن را خیلی خوب ایت یعنی آن را خب معلومه ساخته اند ساخته اند اگه نگاه بکنید آر بیلت مجهوله آر بی به اضافه شکل سوم ور بیلت مجهوله هف بین بیلت هم مجهوله کارگرها ساخته نمی شوند آن را خیلی خوب کارگرها آن را خیلی خوب می سازند بچه ها خب وقتی کارگرها می سازند پس میشه معلوم اگه نگاه کنید با رد گزینه این مجهوله این مجهوله اینم مجهوله میندازیم کنار کارگرها have built ساخته اند اگه نگاه بکنید پنسیلین by Alexander Fleming by داریم وقتی by داشته باشین مجهولش میکنین تو همه اینا نگاه بکنید تنها این مجهوله بی به اضافه شکل سوم بچه ها امیدوارم که خسته نشده باشید تا اینجا هرچند میدونم که من تونتون میگم و گروه رو بستیم چون توی یکی دو تا از وبینارا متاسفانه بعضی از شاگردها قوانین حضور در یک وبینار رو یا نمیدونستن یا دوست داشتن شیطنت کنن ما دلمون برای شیطنت های شما تنگ شده اما نه توی وبیناری که رو در رو نیستیم که با هم دیگه راحت صحبت کنیم بدونیم که چیزی بگیم که چیزی نگیم و امیدوارم که سال آینده هر جا که میرین همه تون صحیح و سالم باشین به هر آرزوی خوبی که دارین برسین ولی این که اینجا من چت رو بستم خودم اصلا راضی نیستم چون چت باید باز باشه شما سوالاتتون رو بپرسید اما نمیخوامم این وبیناری که ما داریم تشکیل میدیم به یک سری حرکات داخلش خط بشه که بی احترامی، بی حرمتی یا موجب ناراحتی کسی بشه به همین دلیل من خودم کامل توضیح میدم هر جا که توی این چند سال تدریس کردیم میدونیم کجاها بچه ها بیشتر مشکل دارن فقط شما راحت برین جلو خود این PDF رو من در اختیار همکارانم هم میذارم شما میتونید استفاده بکنید خب برگردیم به قسمت کارم پرسش زمینه یا دم سوالی بچه ها دم که میگیم یعنی دنبال یعنی به دنبال حرف ما یه چیزی میاد ما میگیم دنبال یا دم خب خود پرسش زمینه یا دم سوالی یا تک کوئسچن که بهش میگن این تک کوئسچن توی فارسی میشه مگه نه پس این درس ما درباره چه هستش ما میخواهیم بچه ها بدونیم توی انگلیسی مگه نه چطور میگن خب اینجا متوجه شدید یعنی ما میخواهیم بدونیم که مگه نه یا اینطور نیست مگه اینطور نیست مگه نه اینا هم نگاه بکنیم توی انگلیسی چطور میگن بچه ها توی انگلیسی هر وقت خواستیم مگه نه بگیم یا به عبارت دیگه همون سوال زمینه بگیم یا دم سوالی بگیم این متضاد جمله اولیمونه مثلا ما به نفر میگیم هوا سرده نیست انگار خسته ای نیستی او حرفهایش همه به دل می نشیند نمی نشیند یا میگیم او حرفهایش همه به دل می نشیند مگر نه پس ما توی فارسی هم همینطوره توی فارسی هم وقتی که ما میایم بچه ها حرف میزنیم دقیقا همینطوره معلم امروز درس را با شوق توضیح داد نداد خب این
متضاد همدیگه هستن. خب حالا اینجا اگه خواستیم ما استفاده بکنیم بچه خود به خود متضاد میشه، یعنی اگر این طرف مثبته این طرف میشه منفی، این طرف منفی این طرف میشه مثبت. خب حالا وقتی که میگیم منفی یا مثبت بچه منظور اون اینه که معنیش، معنی این جمله اول منفی باشه، معنیش. خب اولین نکته‌ای که نیاز شما بدونید اینه که ضمیر فاعلی چیه بچه ها؟ ضمیر فاعلی اگه ما بخوایم استفاده بکنیم I, we, will, he, she, it, their و they, آنها، اینا میشن ضمیرهای فاعلی. ما برای این که پرسش ضمیر بسازیم شاگردان عزیز به ضمیر فاعلی نیاز داریم، این میبینید ضمیر فاعلی نیاز داریم، قبلش هم فعل کمکی، یعنی فعل اصلی نه، فعلی که کمک میکنه به جمله ما. ما دو تا فعل داریم، یکی کمک میکنه، مثلا تو فارسی میگین من او را در خانه دیده بودم، دیده فعل اصلیته، بودم فعل کمکیه. خب فعل کمکی میخوایم با ضمیر فاعلی. بچه ها ضمیر فاعلی شد چی؟ I, we, you. پس ما نمیتونیم اسم بذاریم، نمیتونیم بنویسیم علی، زهرا، محمد، تلویزیون، نمیتونیم بنویسیم مثلا مهدی قائدی، نمیتونیم بنویسیم مهدی تارومی، نمیتونیم اینا بنویسیم. اسم بازیکنام آوردم براتون چون خیلیاتون علاقمند به فوتبال هم هستین. خب و افتخار استان بوشهر هستن، هر جا بتونیم ازشون حرف میزنیم، از این دو بازیکن. خب بچه ها حالا فعلای کمکی ممچه هستن، افعال کمکی یکیش میشه بی، همون امون ایزار باز اوور، پس بی بی امون ایزار باز اوور. یکی دیگهش فعلای مدال، فعلای مدال همون کن، کود، شود، هوا، هست و حد، این هم هستش. پس فعلای مدال هوا، هز و حد، امویز آر با ظهور، اینا میشن فعلای کمکی. پس ما وقتی میخوایم دوم سوالی بنویسیم از فعلای کمکی استفاده میکنیم و ضمیر فعل کمکی هم مشخص شد. حالا یه نکته پیش میاد، اگر ما توی جملمون، یعنی توی این جمله اگه نگاه بکنید، توی این جمله بچه ها نگاه کنید، اگه ما توی این جمله این قسمت از اینجا اگه نگاه بکنید، ما توی این جمله نگاه بچه ها، خب ما تا می، you can't help me، تا اینجا اگه ما این جمله رو نگاه بکنیم can't داره، پس نیازی به دو داز و دید نیست. اینجا ایز داره، پس نیازی به دو داز و دید نیست. ما زمانی از دو داز دید استفاده میکنیم که فعلای کمکی بالایی نداشته باشیم، اما ایز آر باز و ور، کن، کود، شد، هوا، هز و هد و ویل و اینا نداشته باشیم. اگه اینا داشته باشیم که دیگه نمیشه این کار رو کرد. خب مثلا you can't help me can you he is from is he children should children should ما دیگه children اینجا نمی نویسیم، میایم they می نویسیم. shouldn't they منفی شد. your father works works اگه نگاه کنید اینجا فعل ما هستش و ما چه چیزی نداریم، اما is all can could اینا نداریم. وقتی نداشته باشیم باید از do و does و did استفاده کنیم، چیزی که اینجا داشتیم. خب پس اینجا works s داره، وقتی s داره یعنی does بنویس، فعلمون وقتی آخرش s داره یعنی does بنویس. doesn't he به جای your father هم نمیشته he، او. خب بعدش they went home didn't they، went گذشته go هسته، شما همه میدونین went شد گذشته go، پس از did استفاده میکنیم.
You have a car, توی این ماشین داری. اگه نگاه بکنید have اینجا نه ماضی نقلیه. ماضی نقلی have به اضافه شکل سومه. اینجا به معنای داشتن. شما یه ماشین دارید. خب اگه بخوایم دوم سوالی بسازیم میگیم don't you? You have a car, don't you? You are leaving tomorrow. چرا اینجا از don't استفاده کردیم؟ متوجه هستیم چون اینجا ما فعل کمکی نداریم. اون فعل کمکی have که گفتیم باز دارم میگم خدمتون بچه ها. اون have که ما اونجا گفتیم با این have فرق میکنه. اون have باید بعد شکل سوم بیاد. مثلا باید بعضش شکل سوم بیاد که نمیشه این کار بکنیم. خب You'll come with us, won't you? شما با ما خواهی آمد. شما با ما خواهی آمد. نمیای؟ بچه دو تا لی که میبینین هم الی که ما میبینیم اینجا هم به قول خودمون لی که میبینیم یول این همه ویله you'll come with us won't you هیچ وقت ما توی پرسش زمینه will نمی نویسیم مگر اینکه مثبت باشه will not اگر باشه نمی نویسیم won't می نویسیم نتیجه بچه ها توی پرسش زمینه ما دو تا کلمه بیشتر به کار نمی بریم خب حالا بریم سراغ اینجا your sister has passed the exam has passed your sister به جای your sister می نویسیم she خب she سه تا دونه she داریم has passed خب ما اینجا has داریم has به اضافه شکل سوم داریم یعنی ماضی نقلیه خب اون وقت نمیشه didn't نوشت پس نمیشه has خالی نوشت چون اینجا مثبته ما اینجا hasn't منفی می نویسیم hasn't she they will buy a new house این که دیگه خیلی راحته they will اینجا می نویسیم won't they چون که اینجا مثبته اینجا باید منفی بشه پس ما سی و دی میذاریم کنار بعد they هستش نه he won't they Gila never says a word when she is sad Gila هرگز کلمه این حرف نمیزنه وقتی که غمگینه خب شاگردای عزیز دقت بکنید never داریم never یعنی هرگز و ما خدمتون گفتم که ما هر وقت بچه ها فعلمون توی این جمله منفی بود که این طرف میشه مثبت حالا معنی جمله مونم اگه منفی باشه معنی هیچ کسی با من حرف نزد خب جمله تو میشه منفی اینجا شما never میشه هرگز کسی یا همون جیلا یک کلمه حرف نزد یا حرف نمیزنه اینا says نمیزنه چون ما فعلمون says هستش فعل ما اینجا هستش says بچه ها چون فعل ما اینجا سز هست اس گرفته یعنی همون سراغ داز بیریم خب نور داره نور منفیش کرده یعنی این طرف باید منفی بشه خب داز چون این طرف منفی هستش این طرف مثبت ما می‌نویسیم میگیم داز چی؟ خب اینجا امیدوارم که بچه ها من یک در حد یک دقیقه بچه ها در حدی که دو دقیقه بهتون استراحت میدم یه یک دقیقه شما یکم دوست دارید روی اینا نگاه بکنید تا منم یه آبی بخورم
شاگردان عزیز، اگر کسی سوالی داره، کسی سوالی داره، من در خدمتون هستم. اگر کسی دوست داره میخواد دستشو بیاره بالا، اگر سوالی هست، یا من یک دقیقه بهتون وقت میدم، دوست داشتید سوالی چیزی هست بنویسید. اگر سوالی دارید بنویسید. ایدی برای افعال باقاعده، یعنی ایدی نشانه باقاعده بودنه. بچه ها تو قسمت پاراگراف نویسی همه چیز امکان داره بیاد، حالا بعد میرسیم بهش. بچه ها به قسمت رایتینگ برسیم توضیح میدم. PDF ها خانم ناصری خواهی که مسئول دوره هستن ایشون میفرستن برات. نه بچه ها، ما اگه بخوایم سوالات رو حل بکنیم نمیرسیم، ولی سعی میکنم یه چند تا دونش حل بکنم. چشم. خب بچه ها دیگه چتتون رو غیر فعال کردم که برسم بخونم چند تا دونه، اگه بتونم جواب بدم بچه ها. اول که خیلیتون سلام کردید تو چت جواب ندادم، درود بر شما، سلام بر همه تون عزیزان. فایل PDF میدیم بهتون. چرا؟ همه چیزی که الان اینجا هست میدم بچه ها بهتون. بچه ها ما سوالاتی که داریم مرور میکنیم همش سوالات نهاییه. تستایی که داریم حل میکنیم همش سوالات نهایی هستش، اصلا به غیر از نهایی ما حل نمیکنیم. پاراگراف بعضی وقتا مثلا یک شخصیتی به شما میدن، اطلاعاتش بهتون میدن، میگن در ورش بنویسین. چرا؟ اینم امکان داره بیاد. پاراگراف کش میرسیم بهش، توضیح میدم بچه ها. پشتیبان و پاراگراف اونجا توضیح میدم. شاگرد عزیزی که حالا یا دوست عزیزی که نوشتن چطور PDF ها بچه ها، خانم ناصری خواب فرمودن یه گروهی هستش اونجا میفرستن براتون. اگه هم نبود شماره خودم میذارم اینجا بچه ها، به خود من پیام بدین میتونم براتون بفرستم. خانم فاطمه، اگر یه چند تا دونش تلاش میکنم که براتون حل بکنم. کتاب کار، بله نادیا خانم، همون اول کار اولین نکته ای که بود همین بود که ما تمرینات کتاب کار و کتاب خود استیودنت بورد، کتاب دانش آموز رو حل میکنیم. آره میخواد. اون که در درباره مترادف ها هستش خانم عابدی، مترادف ها شما توی کتابتون فقط New Words and Expressions اگه نگاه بکنید توی اون قسمت اومده، توی کتاب همون قسمت همون تمرین اگر نگاه بکنید همون کافیه. New Words and Expressions.
توی خانم رویا خانم، اگر سوالات شنیداری داره میپرسین، سوالات شنیداری روشش گفتم بهتون، شما سریع تا که برگه بهتون دادن روی سوالات شنیداری بخونید. نصف سوالات تقریبا 4 نمره از 9 نمره از خود کتابه، پس کارتون سخت نیستش، راحته. یا اگه شنیداری نمیتونین گوش بدین، حتما متناش تو اینترنت یه لحظه بزنین پیدا میشه. متناش هم که نگاه بکنید کافیه. آقای رحیمی عزیز، این نکاتی که دارم میگم بهتون نکات گرامری کتابتونه. لغات هم که گفتم چه صفحاتی، یعنی شما New Words and Expressions دارین، قسمت هر قسمتی هم که داریم توضیح میدیم، اینا نکات کتابتونه. کتابتون از اول تا آخرش مجبورید بخونید، ولی گرامرها چون تو کتاب کمی براتون شاید خوندنش راحت تر نباشه، اینجا توضیح میدم. افعال مهم بی قاعده. بچه آخر کتابتون یه جدولی هستش افعال بی قاعده. اون فعلایی که زیاد داره تکرار میشه، همونا که معنیشون بلدین، خیلی هم کلمات جدید نمیخواد، اونایی که معنیشون بلدین زیاد کار بردن، مثل spend، مثل send، مثل write، مثل do، اینا که معنیشون بلدین، سال قبل داشتین، اونا افعالی هستن که خیلی تکرار میشن توی امتحانات. خانم ناصریخا، اگه اجازه بدین، اگه میخواین اونو حذف بکنین، این جزوه‌ای که الان گذاشتم برای بچه‌ها الان دارن نگاه میکنن، این پی دی اف باز کامل‌تره، یعنی یه سری تغییرات دادم، خود سوالات انسانی امروز صبح هم داخلش هست. اگه میخواین اونو کنسل بکنید، این دقیقا بعد از وبینار میدم خدمتتون، بعد برای بچه ها بفرست. ممنون خانم مهندس. بچه ها میریم با سراغ ضمایر موصولی. خب بچه ها، ضمایر موصولی، خب ما الان نکات گرامری که رفتیم جلو، یه مرور کوچیکی بکنیم که شما یادتون بیاد. اولیش فعل مجهول بود، بی به اضافه شکل سوم، حالا بی ای تغییر میکنه، شکل سوم ثابت. بعدیش دوم سوالی بود که همیشه قبلش یک فعل کمکی میذاریم به اضافه ضمیر فاعلی، آی، یو، هی، اینا میذاریم. و حواسمون باشه که جملمون معنیش منفی هست یا نیست، فعلی مثل never داخلش هست یا نیست. خب حالا این قسمته میخواییم درباره ضمایر موصولی بگیم. دوم سوالی میشد مگه نه، گفتیم مگه نه تو انگلیسی چطور بگیم. فعل مجهول هم همیشه شدن داریم، ساخته شد، ساخته میشه. و اینجا ضمیر موصولی، بچه ها ضمیر موصولی یعنی که، پس ضمیر موصولی میشه که. توی فارسی ما یک کی داریم، یه دونه که، خودمون راحت کردیم. ولی توی انگلیسی که ها دارن، خیلی که دارن. خب حالا، و اینا با توجه به جمله تغییر میکنه. شما 3 دونه بیشتر ندارین، خیلی هم راحته. یه نکته کوچولویی داره، اگه دقت بکنین راحت حل میکنید. خب او یک معلم است، او انگلیسی درس میداد. بچه این ما 2 جمله داریم، میخوایم این 2 جمله رو چه کار بکنیم؟ یکیش بکنیم. میگیم او معلمی است که انگلیسی درس میداد. اگه نگاه بکنید ما اینجا اگه نگاه بکنید بچه ها، اگه نگاه بکنید اینجا، ما او که قبلا داشتیم، اویی که قبلا داشتیم حذف شده، او ما نداریم. پس اگه یه وقتی شما خواستین او بنویسید، حواستون باشه که خصوصا توی جملاتی که از شما میخوان، بیاین خودتون بنویسید،
تست نیست، تست راحت کارتون، تست شما فقط بخواد تشخیص بدید. این جمله اگر او اینجا باشه جمله ما غلطه، توی انگلیسی غلطه. او معلمی است که او انگلیسی حرف میزند، او معلمی است که او انگلیسی درس میدهد، هر جمله بگیم او نباید بیاد. چرا او نباید بیاد؟ چون ما که آوردیم. چرا که آوردیم؟ که آوردیم که دیگه نخواهیم کلمه معلم اینجا تکرار بکنیم یا ضمیری به جاش بیاریم، نه ضمیر میاریم نه کلمه معلم میاریم. پس بچه ها ما که میخواییم بیاریم، هدفمون اینه که جملمون یکم کوتاه‌تر بکنیم. اگه نگاه کنید ما جملمون کوتاه‌تر شد. اولا کلمه یک دیگه نداریمش، یک الان ما از بین رفت، اینجا او از بین رفت و مکس هم نداریم. وقتی مکس نداشته باشیم جملمون خود به خود سریع‌تر میشه. پس حواستون باشه که برای نوشتنتون او نباید داشته باشیم. خب حالا میریم قسمت پایین. حالا توی انگلیسی که چطور میگن؟ اول شاگردای عزیز این سه تا جمله رو دقت کنید. اول این سه تا جمله میخونیم. The boy who is wearing a blue shirt is my friend. پسری که پیرن آبی پوشیده دوست منه. خب پسری که، این که میگین چرا هو گذاشت؟ اکثرتون بلدین. جمله بعدی That is the woman whom I saw at the party. خب هم شما اینجا دارین. خب الان میپرسیم چرا هم؟ اینجا he picked up the book which was on the desk. which اینجا به کار بردیم. خب چرا which؟ همه اینا شد که، تو فارسی همه شد که، ولی اینجا متفاوت شد. خب اولین نکته اینه که شما خیلی راحت بدونید بگید کی که بین دوتا جمله به کار میبریم. میخواییم دوتا جمله رو با هم ترکیب کنیم. تو فارسی یک که هستش، انگلیسی چندین که داره، به قولن که ها داره. خب میگیم اگه انسان باشه این قبل از که، اگه انسان باشه نگاه میکنیم بعد از جاخالی یا بعد از که، اگه فعل باشه خب این میشه فاعل. بچه ها این میشه فاعل. اگه فاعل باشه این میشه مفعول. و حالا میگیم اگه انسان باشه فعل بیاد هو به کار میبریم، اگه غیر انسان باشه که جریانش کلا فرق میکنه ویچ میذاریم. اگه انسان باشه بعدش فاعل بیاد ما هم میذاریم. خب حالا خیلی کوتاهش میکنیم، میگیم انسان انسان، پس حالا اگه فعله هم میذاریم، اگه فاعله هم میذاریم. یعنی بعد از جا خالی را بچه ها، بعد از جای خالی، بعد از که، اگه فاعل بود ما هم میذاریم، هم میذاریم. حالا چرا هم؟ بچه ها ما نکات پیشرفته‌ای تو انگلیسی داریم که میتونیم دوتاش هو بذاریم. ما کاری به اون نکات نداریم، کاری به سطح پیشرفته، کاری به استثناء، کاری به اینا اصلا نداریم. الان فقط یک نکته داریم و این اینه که شما فردا میخواین امتحان بدین بدونین چطور بنویسین. شما الان تو ذهنتون میاد خب چرا مثلا هو توی فلان کتاب دیدم دوتاش به کار برده اینا. بچه کاری به هیچ کتابی نداشته باشین، کاری به توضیحات اضافی نداشته باشین، هیچ سودی برای امتحان شما نداره. خب اینجا پس نتیجه گرفتیم اگه انسان باشه یا هو یا هم، اگه فعل باشه ما اینجا هم میذاریم، اگه فاعل باشه هم میذاریم. خب اگه غیر انسان باشه ویچ میذاریم. بچه ها ما خیلی جا داریم برای انسان هم ویچ رو کار میبریم، ولی شما کاری نداشته باشین، کار به ما اصلا ربطی نداره این موضوع. بچه ها خب حالا میریم پایین، میریم سراغ اینا. نگاه کنیم اینجا انسان بود، فایل به کار بردیم، آی فایل. پس اینجا ببخشید جناب آقای شیخیانی استاد. بله از مو جزده دارید میگید؟ هم اینا تو جزوه قبلی هست، تو جدیدم هست، فقط یک کم تغییرش دادم جزوه. چون نه الان جزوه رو صفحه نیستم، فقط تصویر خودتون رو داریم. الان جزوه نیست؟ نه
خب پس تصویر خدا بچه ها میبندم. این معمولا به اینترنت که مشکل بر بخوره این به قولم بالاترین حد اینترنت هم هست. پس من الان تصویر خودم رو میبندم. خواهم مهندس شما یه گزارش بدین. هست خامنس اومد یا نه اومد؟ نه اصلا فکر کنم به اشتراک نذاشتید یه بار بستید. نه به اشتراکه، اشتراک الان پیدا. آه میگم جزده رو من نمیبینم، کاش ببندین مجدد اشتراک بذاریم. الان دوباره به اشتراک میذارم. چشم اومد خامنس؟ آره الان هستش. ممنون. الان هستش. خب. آره ممنونم. زنده باشید. ممنون شما. خشم. خب بچه ها، شاگردای عزیز، ما توی کلاس به شاگردان میگیم بچه ها دیگه شما میشین شاگردان دیگه. خود به خود میگم بچه ها. این کلمه هستش که ما به کار میبریم. شاید بعضی هم دوست نداشته باشن، ولی همه شما مثل بچه های خود من هستیم و همه تون رو ندیده دوست دارم. ندیده. خب برمیگردیم میریم سراغ کارمون بچه ها. خب اگه گفتم انسان باشه هو یا هم، نمیدونم گفتم یا نگفتم، شما دیدین یا ندیدین، به خاطر این باز قسمته میگم. هو بعدش فعل میاد، هم فاعل میاد. پس اگه فاعل دیدیم هم میزنیم، اگه فعل دیدیم هو میزنیم. هو چند برای غیر انسان به کار میبریم؟ خب حالا اینجا the boy who is، چرا هو به کار بردیم؟ چون انسان بعدش فعله. women whom I saw، اینجا چون انسان بعدش فاعل به کار بردیم اینم هم. اینجا هم book هستش which میذاریم. حالا بریم سراغ سوالات اینجا. family، خب چون family هستش بعدش هم فعل اومده، این فعله بچه ها، این فعله، چون فعل هستش پس ما هم میذاریم. فعل قبلش به هو نیاز داره. بعدش contain، foods داریم. foods میدونیم که foods انسان نیست، پس ما which میذاریم. disease یعنی بیماری، پس ما which میذاریم. people، خب ما بعدش people داریم دیگه، which نمیذاریم، whom میذاریم. حالا بچه‌های عزیز، شاگردان خوب، میریم سراغ تستا. فرمودید تستای نهایی، اینم بچه‌ها تستای نهایی. لتر، خب لتر میشه نامه، وقتی نامه باشه غیر انسانه، ویچ میذاریم، تمام میشه میره. 5 ثانیه. the keys، کلید، کسی نخونه کیا، بچه‌ها میخونیم کیز، ویچ غیر انسانه. کار غیر انسانه، ای ویچ میزنیم. خب توی این سوالات نبود چیزی درباره انسان نبود. حالا بعد ما نگاه میکنیم. بچه این قسمت من برگردم، برمیگردم اول این سوال انسانی که امروز بوده. آیا سوال گرامری هم داره مثل این یا نداره؟ بچه ها اینجا که دارین همتون، خانم مهندس الان این صفحه که هست کامل هست. خب این
خانم انس هست؟ بله الان صفحه سوال نو بعد در نشون میده درسته؟ بله بله ممنون شما. خب بچه ها این آزمونی هستش که امروز برگزار شده، آزمون امروز. خب نگاه بکنید 28 سال 28 همین دوم سالی هستش که ما الان داشتیم. شما whom میبینید، when میبینید، where میبینید، which میبینید. خب اینجا چی داریم؟ the teacher. the teacher چیه؟ انسانه. خب whom میزنید تا اون میشه میره. ما who که نداریم بزنیم، پس whom میزنیم تا اون میشه میره. بدون کوچکترین معطلی بچه ها، هیچ معطلی هم نمیخواد. خب ما تا این قسمت رفتم جلو. خب پس ما اون گرامر رو رفتیم جلو، این تموم شد بچه ها، نگاه بکنید این تموم شد، یه سوال امروز هم حل کردیم. حالا برمیگردیم به اینجا جملات شرطی. بچه ها نگاه بکنید، شما اگر به امید خدا رفتیم دانشگاه، من یه بار دیگه تصویر خودم رو باز میکنم. خانم ناصری حواستون باشه، خانم مهندس اگه یه وقتی رفت بهم بگین که دوباره جزوه رو بیارم، پی دی اف رو بیارم بالا. اگر جملات شرطی شما یاد بگیرید الان یه دقت کوچیکی بکنید همیشه بلدید. جملات شرطی بچه ها کلن سه مدل ما داریم، سه تا دونه جملات شرطی. چرا سه مدل جمله شرطی داریم؟ به طور کلی میگم، استثناءاتش کار نداره. چون ما سه تا زمان داریم، زمان حال، آینده و گذشته. پس ما میگیم آینده، حال، گذشته. شرطی نوع اول درباره آینده هستش که سال گذشته شما خوندید. شرطی نوع دوم درباره حاله، درباره همین حالا. خب شرطی نوع دوم درباره همین حالا هستش. شرطی نوع سوم درباره گذشته. ما کاری به اونا نداریم، فقط درباره میخوایم شرطی نوع دوم یاد بگیریم، چون تو امتحان شما شرطی نوع دوم میاد. اینجا خوب دقت بکنید، این جمله رو داشته باشیم بچه ها. اگر حالا علی اینجا بود، حالا علی اینجا بود، اگر من حالا او را می دیدم. بچه ها دیدیم مثلا وقتی شما با یه نفر حالا داری تلفنی حرف می زنیم، اگر حالا پیشم بودی، اگه حالا میدیدمت خب نشونت میدادم. اگه حالا اینجا بودی، پس شما بچه ها اگر همون جمله شرطی اگر که دارین، فعلتون خود به خود میگین گذشته. اگر حالا هوا گرم نبود، پس شما شرطی نوع دوم درباره حالا هستش ولی فعلش گذشته. خیلی راحت شد دیگه. پس شما جملتون شرطی نوع دوم ولی فعلش گذشته. خب حالا بچه ها این شرطی نوع اول بوده که قبلا خوندیم، پارسال خوندیم. They will come tomorrow if they are free. اگه آزاد باشن فردا میان. They will come. توی جملات شرطی همیشه یک طرف جملتون فعل مداله. فعل مدال یعنی will، can، may، should. اینا میشه فعلای مدال. یک طرف شما فعل مدال دارین، یک طرف هم حالا گذشته یا حال ساده.
خب بچه ها ما شرطی نوع اول درباره آینده شرطی نوع این شرطیه نوع دوم نه این رو میخواد. شرطی نوع اول که متوجه شدیم چه شد درباره آینده، شرطی نوع دوم درباره حال، یعنی امروز حالا. خب شرطی نوع دوم اگه ما بخوایم بنویسیم، خوب نگاه کنیم، شرطی نوع اول will شد would. چرا will شد would؟ چون tomorrow شد now، چون آینده شد حالا، یه زمان برگشت عقب. پس توی شرطی نوع دوم که درباره زمان حاله، فعلی که میخوایم بنویسیم will میشه would، can میشه could، may میشه might، اینا مینویسیم. و اون طرف هم به جایی که are بنویسیم، امایز are بنویسیم، همش where مینویسیم. بچه ها ما اصلا was نمینویسیم. ما توی سطح شما توی آزمون نمیایم was بنویسیم، where مینویسیم. پس شرطی نوع دوم درباره زمان حاله ولی فعلاش گذشته. والا اینجا یا از کود بود استفاده میشه، کود مایت اینا استفاده میشه. If she were here، she، شما امکان داره بگین چرا were به کار برد برای she. ما میگیم در جمله شرطی نوع دوم تو قسمت حالا که باید مثلا is بنویسیم، was بنویسیم، اینا were به کار میبریم. همه متوجه شدیم دیگه. بریم سراغ تستامون بچه ها. اینجا If the old man had his glasses، had همه تون میدونین، had بچه ها خب گذشته have. پس شرطی ما شرطی نوع دومه. از کجا متوجه شدین شرطی نوع دومه؟ میگین چون have نیست، had نیستش، hadه، had گذشته هستش. پس این طرف از could استفاده میکنیم، could read، تا میشه میگه My parents healthier if they lived. Lived گذشته هستش، پس شرطی نوع دوم. اصلا بچه ها امتحان شما همه شرطی نوع دوم سوال میدن، شرطی نوع اول کسی نمیده. خب پس اینجا میشه would be، این must نمیشه، can هم نمیشه، چون گفتیم گذشته اینا باید بنویسیم. Can she get a good mark now؟ خب حالا اینجا if داریم، یعنی جمله شرطی. اول نگاه میکنیم if داریم، پس جمله شرطی could داریم. وقتی ما could get داریم، این طرف باید گذشته ساده می‌نویسیم، گذشته ای که ایدی بهش میدیم، گذشته ساده. استادید این have داره، این زمان حال اس گرفته، این هم would داره. ما would نمیتونیم هم would اینجا بنویسیم هم could اینجا بنویسیم. وقتی داره می‌نویسیم یکیش باید بنویسیم، یه طرف بنویسیم. دیگه نمیشه دو تا فعل مدال بنویسیم. تست بعدی بچه ها، این تست حل نمی کنم براتون، چون این تو امتحاناتون نمیاد اصلا، امتحان خیلی سوال ناجوری بوده، دو تا چیز با هم سنجیده و این ایراد از طراح سواله. ما وقتی داریم یک نقطه گرامری رو میسنجیم، نمیایم دو تا نقطه همزمان بسنجیم، یه دونه بیشتر بنویسیم. خب ولی جوابش میشه were saved. بعضیاتون میخواین بدونین if داره، might داره، might by یعنی شرطی نوع دوم. این طرف باید از چی استفاده کنیم؟ گذشته ساده. could نمیشه بنویسی، had saved هم که بعید، اصلا نمیخوای بنویسی. یه هم were saving، were saving معلومه، اینجا مجهول میخواست بگه پدر من یه ماشین میتونست ممکن بود یا میتونست حالا بخره، یه ماشین جدیدی میتونست بخره اگه یکم دلار بیشتری رو خانواده قناعت کرده بودن، ذخیره کرده بودن،
قایم کرده بودم. این میشه were saved. مجهول رو کار میبریم اینجا. ولی مجهول به صورت گذشته ساده. چرا گذشته ساده؟ چون شرطی نوع دومه. شرطی نوع دوم گذشته ساده بچه ها. مجهول چون معنیش میشه مجهول بایم که میبینیم خودش کمک میکنه. What you do if you were my father. اگه نگاه بکنید اینجا بچه ها were داره و if داره. یعنی شرطی نوع دوم. will نمیشه، may نمیشه، had هم نمیشه رو کار بریم. باید would به کار ببریم. خب تا اینجا ما شرطی هستیم بچه ها من یه سری بزنم به صفحه دو ببینم بچه ها اینجا ما سوالی داریم توی امتحان امروز. توی این قسمت که اولی دوم سوالیه بچه ها دومی که حل کردیم اینم که ماضی بعید کاری بهش نداریم اینم که همون ترافیک رولز دقیقا همون سوالی که الان کار کردیم بچه ها میبینیم ترافیک رولز همون سوال دقیقا اینجا اومده. این هم اگه نگاه کنید by that boy yesterday اگه نگاه بکنید این هم تو سوالات داشتیم ها ولی اونجا به حالت تست بود the window یا مجهوله بچه ها فقط ما اینجا داریم اگه نگاه بکنید اگه نگاه بندازیم اینجا داریم سوال اینجا فقط این سوال 33 که نگاه بکنید 33 The car were at home if he could fix John if دارین اینجا بچه ها The car were at home if he could fix John. اگر نگاه بکنید این جمله یک جمله if داره. خب ما جمله را میخواییم حلش بکنیم. The car داریم، ماشین داریم، were at home تو خونه بود. اگه او could fix میتونست تعمیر بکنه جان خب حالا ما مثلا میام یه چیزی مینویسیم اینجا بچه ها John could fix the car. John میتونست ماشین رو تعمیر بکنه. اگه خونه بود. اینم جمله شرطیش. الان به این صورت آورده. نگاه کنید John could fix the car if he were at home این شرطی ایطور حلش میکنه الان فقط همین جمله شرطی رو داده توی آزمون که نگاه بکنید یک نمره هم براش گذاشته خب
اینا که دیگه همون مدال هست، این قسمت تکراریه. مازیه بعید، چون این مازیه بعید وقتی که میخوایم یاد بگیریم خیلی خیلی ساده هستش. اولین کاری که میکنیم اینه که پیش خودمون میگیم خب، میگیم که این مازی بعید کلن یعنی چی؟ مازی یعنی گذشته، بعید هم بچه ها یعنی دور. پس مازی بعید میشه گذشته دور، یا میگیم گذشته گذشته. گذشته گذشته هم بهش میگن، گذشته دور هم بهش میگن. خب مازی بعید، مازی کلمه عربیه، بعید هم عربی یعنی گذشته دور، یعنی ما یه گذشته نزدیکی هم داریم. خب وقتی ما اینطور بخوایم فکر بکنیم، پس ما اینجا یه نگاهی بندازیم به این قسمت داریم. ما اینجا ایستادیم میشه حالا، ما اینجاییم. قبل از ما دو تا کار انجام شده، یکی با ما فاصله داره دوره، هم ماضی بعید بهش میگیم، یکی هم نزدیکه بهش میگیم گذشته نزدیک. این میشه گذشته دور، این میشه گذشته نزدیک. حالا به این میگیم گذشته ساده که ایدی میگیره یا با همون دید سوالی میکنن. این میشه گذشته دور که از حد به اضافه شکل سوم استفاده میکنن. حالا گذشته دور خوب نگاه بکنید. مثلا یه مثال، شما امروز صبح قبل از اینکه صبحونه بخورید، خب صبحونه خوردید الانم، حالا مثلا هنوز اثرات صبحونه هم دارید، شما صبحونه خوردید، قبل از اینکه صبحونه بخورید یه کاری اینجا انجام دادید، دستاتون شستید، صورتتون شستید. خب پس دو کار در گذشته انجام شده. او کاری که دورتره بهش میگیم گذشته دور یا ماضی بعید. از حد به اضافه شکل سوم استفاده میکنیم. بچه ها حد یعنی چی؟ اینجا شما حد باید معنی بکنیم. حد اینجا حد یه فعل کمکیه که وقتی میخواییم دم سوالی بسازیم ازش استفاده میکنیم. حد معنیش میشه بودم، بودی، بود، بودیم، بودی، بودند. مثل یه شعر میشه، بودم، بودی، بود، بودیم، بودی، بودند. خب ماضی بعید حالا چه کار بادی داره؟ میرسیم به اینجا، میگیم یه کاری در گذشته قبل از کار دیگه انجام شده که الان مثالش زدیم، مثلا صبحونه خوردن، دست شستن، مثلا شامی امروز صبح قبل از اینکه از خونه بزنم بیرون لباسهایم راش پوشیده بودم. خب دو نقطه بعدی چه میشه؟ کاری یا عملی، کاری یا حالتی که نتیجه کاری قبل از اونه. مثلا شما خسته این، خب یه نفر میگه من خسته بودم زیرا 5 ساعت راه رفته بودم. این بودم همون حدا. مثلا شما میگه راه رفته بودم 5 ساعت راه رفته بودم، یه حد walked. 4 ساعت کار کرده بودم، I had worked. پس یه کاری قبل از یه کاری دیگه. یا مثلا شما به یه نفر میگین که او انگلیسی خیلی خوب حرف میزد، بعد میگین چون که چندین سال کلاس رفته بود. او انگلیسی خیلی خوب حرف زد چون که چندین سال مطالعه کرده بود، کلاس رفته بود. یا مثلا این فوتبالیسته خیلی الان تو بورس، خب بعد میگین چون که خیلی تمرین کرده است. این ماضی بعید نیست. حالا میگیم فوتبالیست خیلی تو بورس بود چون که خیلی تمرین کرده بود، یعنی یه کاری قبلش انجام داده بود. خب حالا توی این موقع ما از چی استفاده میکنیم؟ از ماضی بعید، هم گذشته کامل. اینجا نگاه کنیم، Her family bought a mobile phone for her. خانواده‌اش bought، خریدن، گذشته ساده. خب چرا خریدن؟ چون که او گوشیشو گم کرده بود، یعنی قبلش. Had lost. یه نفر میگه was lost، چرا نمیگیم was lost؟ مجهوله، ما مجهول نمیخوایم که.
او نه این همیشه گوشی، گوشی رو گم کرده بود. یه کاری قبل از یه کاری دیگه. I was sure، من مطمئن بودم. شما به چه مطمئن بودی؟ من مطمئن بودم که او رو قبلن دیده بودم. Before یعنی قبلن. I was sure I had met him before، قبلن او رو دیده بودم. She answered all the questions correctly، او همه سوالات رو درست پاسخ داد. She had studied well، او خیلی مطالعه کرده بود. و معلومه میگیم چون که، because she answered all the questions correctly because she had studied well، چون خیلی خوب درس خونده بود. My parents bought a ball for my brother، والدینم خریدند یه توپ رو برای برادرم. چون که he is in the park، چون که او توپش رو توی پارک، his یعنی توپش رو گم کرده بود، had lost. خب بچه ها ماضی بعیدم تا یه سر برم اونجا، شاید ماضی بعیدم چیزی پیدا کردیم. سوال شماره 29. I lunch before I went out، من نهار را قبل از اینکه برم بیرون. خب نهار قبل از اینکه بری بیرون چی؟ خوردی دیگه. کدام گزینه میشه؟ C. I had eaten lunch before I went out. Had eaten، خورده بودم. یا این سوال بچه ها، این سوال اینجا 32. 32 نگاه کنید. Had gotten، had به اضافه شکل سوم، و خیلی خوب شد، یعنی ماضی بعید. Was upset، گذشته ساده. پس یه طرف این میشه، یه طرف این میشه. Because a bad score، چون که نمره بدی. She رویا، ما she داریم با رویا، پس یه طرف کل جمله که می‌نویسیم یه طرف اون جمله میشه رویا، یه طرف این جمله میشه شی. یعنی ما همیشه اول با رویا شروع میکنیم، با اسمی که اول کار هست. رویا was upset، خب رویا ناراحت بود. چرا ناراحت بود؟ شما بچه ها بگیم چرا ناراحت بود؟ چون که او گرفته بود. Roya was upset because she had gotten a bad score، چون که نمره بدی گرفته بود. علت اینکه ناراحت بود این بود بچه ها. Roya was upset because she had gotten a bad score. بچه ها اینم اینجا این بود 32 که حلش کردیم، او هم که شرطی بود حلش کردیم. خب خب یه نکته دیگه، نکته دیگه بچه ها، نوشتن شکل صحیح کلمات تو جای خالیه. فقط یه چیزی حواستون باشه، شما گرامرایی که دارین تقریبا همشون شکل سوم داشتن، پس اگر جا خالی بلد نبودین از شکل سوم استفاده کنین. مثلا بای دارین، بنویسین بات شکل سوم، کیل کیلد، لرن لرن، سند سند، بنویسین. اینجا نگاه بکنین همش همین شده. پس توی جا خالی ها اگر بلد نبودین از چه استفاده کنین؟ شکل سوم کلمات، چون ما شکل سوم خیلی داریم. Studied، spoken.
اینجا نگاه میندازیم آیا برای گرامر شکل ای آوردن؟ اون شکل نه آوردن. احتمال زیاد برای شما نمیارن. این نکته هم گفتم خدمتتون. این سوالات دیگه هر وقت دیدین مثل اونجا بود این دیگه باید بنویسین. این دیگه آنچنان چیز خاصی نداره بنویسین. فقط شما توجه کنین درباره چه هستش. فقط کلمات توی هم ریخته ما داریم کلمات تو هم ریخته که میاره مثل اینجا. بچه‌ها حواستون باشه حتما از اون ششتا نکته گرامر هستش و شما فاعل، فعل و مفعول رو رعایت کنید. این اصل کارتونه. پس شما اگه فاعل و فعل و مفعول رو رعایت بکنید نصف جواب رو دادیم. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. فاعل، فعل، مفعول. بریم سراغ رایتینگ. 8 نمره داره. شما حداقل 2 یا 3 نمره 2 نمره از کاربرد حرف ربط and or so but میان. و اگه نگاه کنید so میشه برای نتیجه گیری میگی so بنابراین or میگیم یا این یا او but برای تضاد اما دو تا چی که ضد هم دیگه شدن but بنویسین. مثلا این میگه من از غذای خونگی خوشم میاد اما برادرم از فست فود خوشش میاد. اندم برای اضافه کردن اطلاعاته. نه دوتا چیزه، نه نتیجه گیریه، نه ضد همه. من رفتم به مدرسه و دوستام رو دیدم. من رفتم به مدرسه و سر کلاس نشستم. اینا خیلی چیز خاصی نداره بخیم وقتمون بذاریم. ولی تو امتحان سوال ازش میاد. یه سر بزنیم به سوالمون شاید اونجا بچه ها بود قسمت رایتینگ اینجا شاید باشه. اینجا نگاه کنید 1 نمره اومده but and also I get up early in the morning. صبح زود بیدار شدم و خودم یه املتی ساختم برای خودم. خودم یه املتی ساختم. خب میشه and دیگه. یعنی there is a snow in the street, it's not too cold. برف خیلی زیادی توی خیابونه اما خیلی سرد نیست. یعنی تضاد با هم دیگه. بالای I get up early in the morning and چرا صبح زود بیدار شدی؟ خب این دلیلی نمیخواد. شما چه بخواید چه نخواید صبح زود باید بیدار شدی دیگه. اصلا این صبح زود هم نبوده. چرا صبح زود بوده؟ معلومه آدم سرخیزی یا خیلی گشنش بوده. بیدار شدم و املت درست کردم. ولی پایینی داره میگه برف زیادی. یعنی برف توی خیابونه اما خیلی سرد نیست. پس ما تضاد داریم میبینیم. یعنی اینا با هم دیگه جور در نمیاد. به خاطر همین میشه تضاد. خب گفته اینجا بیاین با یکی از اینا کامل کنید و یه جمله مرکب معنادار بدید. You should do your homework. تو باید تکالیفتو انجام بدی و یا تکلیف انجام میده یا ظرف میشوره. ادامهش ما یه دور می‌نویسیم. Or wash the dishes. همیشه میره. یه چیزی دیگه هم بچه‌ها نداره که ما بخوایم خیلی
روش مانوف بدیم، مثلا چیزی بدیم. این اور بود، اور واش تو دیشیز، یا این کار بکنی یا او کار بکنی. الان دو نمره از این رفت دیگه، نگاه بکنی. اولا اینجا ما چیزی که شما فکرش بودیم، اینجا داریم topic sentence, supporting sentence, concluding sentence. خب حالا گفته در روی فارست هم بیاین حرف بزنین. این تکراریه بچه ها، این قبلش بوده، تو امتحانهای دیگه بوده. یه نگاهی بندازید به این قسمت. بچه ها برای پاراگراف نویسی اصلا من صحبت خیلی زیادی ندارم و نه صحبت زیادی میکنم. یه پاراگراف اگه خواستین بنویسین یا خواستین مرتب کنین هیچ فرق نمیکنه. شما اول یک جمله اصلی دارین، یک topic sentence دارین یا main sentence دارین. این جمله اصلیتون، اینو مینویسید، اول این مینویسید، بعدش چند تا جمله میایین چیکار میکنین؟ سپورتش میکنین، supporting sentences. supporting sentences جملاتی هستن که میان چیکار میکنن؟ اون جمله اصلی رو کمک میکنن. مثلا شما میگین مثال غذا هستن، شما میگین غذای خانگی بهتر از فست فود است، حالا یه جمله اصلی. خب حالا مثال میارین زیرش یه سری جملات میارین، مثلا میگین غذای خانگی مطمئنین که تمیزه، یه سپورتش میکنین با یه جمله. از نظر مالی خیلی مقرون به صرفه تره، یه جمله دیگه میگین سپورتش میکنین. از نظر بهداشتی اطمینان کاملی دارین، از نظر مقوی بودن هم مقوی. خب سه تا دونه آوردین گذاشتین، چهار تا آمدین گذاشتین. خب شما اینا میشه supporting sentence. حالا یه جمله نتیجه گیری داریم، نتیجه میگیریم که چی؟ ما توی خونه غذای مثلا تشویق کنیم که خانواده غذای خونگی بخورن، مثلا میشه نتیجه گیری. پس شما جمله اصلی دارین، اول کار می‌نویسین اما topic sentence، بعدش چند جمله دارین supportش میکنین که میان توضیح میدن، دلیل میارن، یه جمله هم برای نتیجه گیری میاریم در پایان. خب اینا توضیح بیشتری بچه ها نداره. اینا نگاه بکنین، نمونه سوال ساله قبل هم یه نگاهی بندازین، همش توی اینترنت هست، توی این جزوه هم هست، با جواباشون نگاه بندازین. اینجا هم همین گفته supporting sentence, topic sentence با concluding sentence رو مشخص بکنید. شما یه کلماتی اینجا دارین، مثلا داس، بنابراین، پس داره نتیجه میگیره. شما یه سری کلمات دارین که براتون داره کمک میکنه. مثلا اینجا for example، مثلا خودی داره سپورت میکنه. In short یعنی خلاصه، یعنی برای نتیجه گیریه. In addition، علاوه بر اون، باز برای سپورت کردنه. But برای سپورت کردنه. پس شما اون کلماتی که اولش میاد، مثلا میگین اولا، ثانیا، یا میگین که به این دلیل، علاوه بر این، خب آخرش میگین در نتیجه یا سرانجام، اونا برای نتیجه گیریه. پس شما معنی میکنید، بر اساس اونا راحت میتونید به جواب برسید. topic sentence خواستیم بنویسیم، باید یه جمله اصلی بنویسیم که جملات دیگه درباره او داره توضیح میده. مثلا اینجا گفته سیگار کشیدن برای سلامتی انسان به چندین دلیل مضره. خب میشه جمله اصلی. دلیلایی که میاری میشه supporting sentence. این topic sentence. پاراگراف نویسیتون هم بر اساس همینه بچه‌ها، هیچ فرقی نمی‌کنه. منتهی خودتون میخواد بنویسید، یعنی باید شروع کنید به نوشتن، هیچ فرقی نمیکنه. از شما سه تا چیز دارین: topic sentence، جمله اصلی، top بالاس، supporting sentence دارین با همین چیزی که الان داشتیم، concluding sentence، جمله نتیجه گیری.
تو این قسمت میاد چند تا دونه از اینا که نگاه بکنید راحت میتونید جوابشو بنویسید. یک توی جزوه این پیشنهادی هم هست، بعد میتونید نگاه بکنید بهتون کمک میکنه. خب ریدینگ سعی میکنیم ریدینگ هم بیشتر از 5 دقیقه صحبت نکنیم بچه‌ها که شما دیگه دارین اذیت میشین. تعدادتون که میبینم داره کم میشه همین نتیجه میگیرم. البته خب خیلیتون کار دارین، خیلی وقت حالا ما اینجا هستیم. بچه ها ریدینگ 10 نمره داره، یعنی 25% نمرات. خب برای ریدینگ ما چه کار بکنیم؟ این اولین نکته باید بگیم چی هستش برای ریدینگ. یک، توجه به کلمات کلیدی. بچه ها کلمات کلیدی یعنی چی؟ یعنی کلمه ای که هم توی سوال هست هم توی متنه. ببینیم کلمه تکراری که هم توی سوال هست هم توی متن هستش. خامندس همه چیز اوکیه؟ تصویر گلا خودم دارم. متن هستش. ما صدای بچه ها رو که اینجا کلن بسته کردیم یه وقتی. آقای یوسف زاده بعدا میام سراغ تایزم. خب کلمات تکراری شد اون کلماتی که توی سوال و توی متن هستش. خب اولین کاری که برای ریدینگ میکنیم بچه ها روی سوالات بخونید. چرا روی سوالات بخونید؟ میخوام دو تا چی متوجه بشیم. اولی که چون نکاتی مهمه، دوم این که متنمون درباره چیه. شما وقتی بدونید متنتون زندگی نامه مثلا ویلیام شکسپیر هست، با قشنگ توی ذهنت میاره که ویلیام شکسپیر کی بود، چه کاره بود. یا اگه متنتون درباره مثلا کامپیوتر باشه، اون اطلاعاتی که درباره کامپیوتر داری میاره بسد. خب پس اول روی سوالات بخونید، بعد تو جوابای تستیتون رد گزینه خیلی خوب میاد، یعنی خصوصا توی آزمون نهایی توی کنکور رو لیکم سخته میشه، ولی یه نگاه که بندازین رد گزینه میزنین که بره. یه سوالی شما همیشه دارین مرجع ضمیر، مثلا میگن آنها به کی برمیگرده. یادتون باشه اگه خواستین مرجع ضمیر رو پیدا بکنید بریم کلمات قبلش نگاه بکنید، دقیقا جمله قبل نگاه بکنید اونجا هستش. حواستون هم باشه که مفرد جمع اینا هم حواستون باشه. و نکته بعدی این که اگه معنی بعضی از کلمات بلد نیستین اصلا این خیالتون نباشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. نه این که معنی هیچ بلد نباشین، اگه اینطور شد که معنی هیچ بلد نباشین خود دیگه شانسی بزنین بریم، اون دیگه فرق میکنه که مطمئنم توی شما اینطور نیست. اصلا ما نداریم دانش آموزی که سال 12 باشه و معنی هیچ بلد نباشه، غیر ممکنه، حتما یه چیزی بلده. اگه پاسخی نمیدونید کلمات کلیدی توی سوال، سوال پیدا میکنیم داخل متن، همونجا جایی هستش که جواب هست. حالا اگه شما کلمات کلیدی پیدا کردین، رفتین اونجا جاش هم پیدا کردین توی متن ولی نتونستین جواب بدین، چه کار میکنین بچه ها؟ درجا میان یک کپی پیست جمله بنویسین بیارین جلو سوال بنویسین، حداقل نصف نمره که میگیرین. هیچ سوالی رو بدون پاسخ نمیذارین، هیچ سوالی. توی ریدینگ بچه ها نگاه بکنید اینجا مثلا addiction is the basic thing for any language class. شما کلمه بیسیک دارین، دکشنری دارین، لنگویج کلاس دارین، میان بالا یه نگاه میندازین که مثلا حالا کجا میشه پیداش بکنیم. اینجا الان بیسیکه. دکشنری is the basic thing for any language class. خب میشه ترو، چیزی دیگه نداره. خب اینجا کلمه بی به چه برمیگرده؟ یه نگاه بکنین تو جمله قبلش، این جمله The problem becomes hard with studies when the students do not fully understand the words they are translating. خب کیا ترجمه میکنن؟
مشکل زمانی حاد میشه که دانش آموزان نمیتونن کاملا بفهمن کلمه ای رو که دارن ترجمه میکنن. کی داره ترجمه میکنه؟ students. من students. students اس داره، جمع هم هست، they هم جمع. خب students must have more than 4 dictionaries to learn English. تعداد دیکشنری گفته، پس ما بالا یه نگاهی میندازیم چه ببینیم دیکشنری تعدادش پیدا میکنیم. یه نگاه میندازیم dictionary. اینجا 3. A student needs to have at least 3 dictionary. حداقل 3 تا دیکشنری. خب شما 3 تا دیکشنری میبینید دیگه، حالا at least هم بلد نباشین، available هم بلد نباشین، پراپرلی هم بلد نباشیم. خب به جایی که راحت میتونیم بزنیم، نیازی هم نیست هیچ کاری دیگه انجام بدیم، پس این میشه فالس چون نوشته فور دیکشنریز. چون بر اساس اینا نگاه میکنید میرید جلو، وی هم که جوابش اونجا نوشتیم. خب اینا هم باز همونطور میشه. شما مثلا قرن 18 گفته Picasso was a famous French artist during the 18th century. شما یه نگاهی میندازین به مثلا پیکاسو، حالا 18th century کی میشه؟ حواستون باشه قرن بچه‌ها، وقتی میگیم قرن 18 یعنی از 18000 رد شده. مثلا الان ما قرن 21ایم چون از 2000 رد شده. قرن 20 میشه 1900 تا 1999. این حواستون به قرنا باشه. خب چت رو باز میکنم. شاگردان عزیز آقای شایدی به نام نسترن پرسیدین حذفیات، قسمت what you learned آخر هر درسی حذف شده اون قسمت. امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید بچه ها. برای قسمت پاراگراف فقط نیازه که چند تا نمونه سوال حل کنید. چند تا نمونه سوال حل کنید کلن مشکلتون حل میشه. همگی پیروز و موفق.